با سلام سهراب نیکازر هستم با فرادرس آموزش تصفیه آب و پساب صنعتی در خدمتون هستم. در این فرادرس در مورد تصویه آب و در مورد تصویه فازلاب یا پساب صنعتی صحبت خواهیم کرد. در قسمت ابتدایی که در مورد تصویه آب یا بهتر بگیم تصویه آب آشامیدنی صحبت میشه در درس یکم مقدمه و کلیاتی نسبت به تصویه آب رو مطرح میکنیم. در درس بعدی تعاریف مفاهیم و اصول اولیه که برای فهم تصویه آب ما به اونها نیاز داریم رو بیان می کنیم. و در درس سوم فرایند یا شمای کلی از فرایند یک تصویه خونه آب رو بررسی می کنیم. مراحل و فرایندهایی که در اون وجود داره یا ممکنه وجود داشته باشه رو با هم بهتر می شناسیم. قسمت دوم این فرادرس که به تصویه پساب می پردازه در مورد مقدمه و کلیات تصفیه پساب صحبت میشه. در درس بعدی یک فرایند کلی از تصویر خونه های پساب رو مطرح می کنیم و مراحلی که ممکنه اونها رو شامل بشه رو توضیح خواهیم داد. در درس بعدی تعدادی از صنایع که دارای پساب هستند و تصویر پساب اونها از اهمیت به خصوصی برخوردار هست رو معرفی می کنیم و فرایند تصویر پسابشون رو از نظر می گذارونیم. و در قسمت آخر یا در درس هفتم هم در مورد آینده چشمنداز و مسائلی که پیش روی تصویه پساب وجود داره صحبت خواهیم کرد. حال بپردازیم به, به مقدمه و کلیات تصویه آب. سرفصل هایی که در درس اول اونها رو مرور خواهیم کرد ابتداعا یک مقدمه و هدف از بحث تصویه آب هستش. در ادامه در مورد تاریخچه تصویه آب صحبت میکنیم این که چی شد بشر پی برد به اینکه باید آب آشامیدنی خودش رو تصفیه بکنه چه مراحل رو طی کردیم تا به امروز رسیدیم در قسمت بعدی در مورد لزوم تصفیه آب صحبت میکنیم که چرا لازم هستش تا ما آب رو تصفیه بکنیم در قسمت بعدی در مورد موارد استفاده که از آب داریم صحبت میکنیم انواع منابع آب رو معرفی میکنیم و در قسمت های آخر انواع ناخالصی های آب و شیمی آب رو مطرح خواهیم کرد. همیشه از ابتدایی ترین روزهایی که بشر خودش رو شناخته بحث تأمین آب آشامیدنی براش مطرح بوده و هدف اصلی تصویه آب به شمار می اومده. پس از اینکه افزایش جمعیت و توسعه صنعت و اقتصاد جامعه بشری روز به روز افزایش پیدا کرد و پیشرفت کرد آلودگی محیط زیست هم به همون نسبت افزایش پیدا کرد و بشر متوجه شد که دیگه نمیتونه تصویه محیط زیست رو به خودش و اون صفت خودپالایی که محیط زیست داره بپردازه بنابراین یک تلاش و اقدام جدی لازم هستش تا آلودگی های محیط زیست رو به کمک خودش از بین ببره بشر در واقع بیاد به کمک این محیط زیست تا آلودگی هایی که خودش داره در محیط زیست تحمیل میکنه، مجتمع نشه و اونها رو از بین ببره. آلودگی محیط زیست نه تنها بشر رو محدود میکنه تا اینکه محیطی که در اون داره زندگی میکنه از سلامتش کاسته بشه و امکان زندگی بشر رو توی یک محیط سالم از بین میبره، بلکه تغییرات شدید و مهمی رو هم در اقلیم و آب و هوای کره زمین هم به وجود میاره. اولین تلاش جدی جامعه بشر و کشورها در دنیا برای حفاظت از محیط زیست برمیگرده به کنفرانس 1972 استکهلم که در این تصویر برشی از اون رو میبینیم. در این کنفرانس که در شهر استکهلم برگزار شد، آلودگی و تخریب محیط زیست که عمدتا ناشی از رشد صنایع در اون دوران بودش، به عنوان بزرگترین خطری شناخته شد که میتونست جامعه بشری رو تهدید بکنه. این کنفرانس سرمنشه شد برای اینکه کشورها و جامعه بشری رو ترغیب بکنه و حلشون بده به سمت اینکه ما باید از منابع آبیمون حفاظت بکنیم و یکی از اولین تعهداتی که کشورها دادن احداث تصفیه خونه های فازلا بود یعنی اینکه آب مصرفی شهرها و صنایعمون رو همینطوری به دامن طبیعت رها نکنیم و اونها رو از یک مراحل تصفیه‌ای بگذرونیم هدف چی بود؟ هدف این بودش که بتونیم سلامت محیط زیست رو تأمین بکنیم از این کره خاکی که به ما به ارث رسیده محافظت بکنیم و اون رو به طرز سلامت و پاکیزهی به نسلهای بعد منتقلش بکنیم. برنامه مدونی تحریزی شد و تصویب شد که کشورها باید برای احداث های فاضلاب تلاش جدی بکنند. به طور کلی اگر که بخوایم تصویه آب رو تعریف بکنیم و یک تعریف اولیه و کلی نسبت به اون داشته باشیم میتونیم بگیم که هر فرایندی که کیفیت آب رو بهتر بکنه و اون رو برای هدف خاصی که مد نظرمون هست آماده بکنه بهش تصویه آب گفته میشه حالا در مورد این که این هدف خاص چیا میتونه باشه یا این کیفیت آب چگونه تعریف میشه در ادامه به تفصیل صحبت خواهیم کرد اما فعلا همین تعریف را از تصویه آب بپذیریم که تصویه آب به فرایندهایی گفته میشه که کیفیت آب رو برای هدف مد نظر ما بهبود میبخشه. ابتدایی ترین تمدن‌های بشری همیشه از ابتدا و از وقتی که مورخین اونها رو ثبت کردن همیشه در کنار منابع آب شکل گرفتن. حالا این منابع آب استفاده‌های متعددی براشون داشته من جمله کشاورزی، آشامیدن و شستشو. منابع تاریخی متعددی از تلاش‌های اولیه انسان حاکیه که برای حذف ذرات معلق، تم و احیانا بوی بدی که آبها داشتن حکایت میکنه. در حدود چار هزار سال پیش از میلاد حضرت مسیح در نوشته های سانسکریت و یونانی ذکر شده که بشر از نوعی زغال چوب استفاده میکرده تا بتونه آب رو فیلتر بکنه همچنین آب رو در معرض نور خورشید قرار میداده و یا تکه های از فلز داغ رو پیش از اینکه آب رو بنوشه در اون قرار میداده تا بو و طعم بعد آب رو حذف کنه. این تلاش ها ادامه پیدا میکنه تا میرسه به سال 1500 پیش از میلاد حضرت مسیح که در منطقه مصر کنونی بشر از آلوم یا زاج آلومینیوم سولفات آبدار استفاده میکرده تا ذرات معلق و کدورت آب رو حذف کنه. این تلاش ها همچنین در یونان هم ادامه داشته. اینطور که ذکر شده در این حدود از سالها یعنی 460 تا 254 پیش از میلاد بغراد دانشمند بزرگ یونان تونسته بوده که فیلتر پارچهی مخصوصی رو تهیه و تولید بکنه که با عبور دادن آب از اون تم و بوی بد آب رو حس میکرده. میشه گفتش که ابتدایی ترین فرایندهای فیلتراسیون رو ایشون پایگذاری کرده تا بتونه تم و بوی بد آب رو حس بکنه. میبینیم که از چندین هزار سال پیش از میلاد بشر همواره تلاش داشته تا آب رو آماده فقط آشامیدن خودش بکنه. پس اگر که برگردیم به تعریف تصفیه آب میبینیم که هدف بشر تا اینجا از تصفیه آب افزایش کیفیت آب برای صرفا آشامیدنش بوده. یه وقفه خیلی طولانی میفته به دلیل قرون وسطا و حالا شرایطی که میدونید یا میتونید مراجعه بکنید از لحاظ تاریخی به اون پی ببرید که بشر از لحاظ پیشرفت های علمی و دستاوردهاش خیلی در زده این مسئله قابل تعمیم به بحث تصویه آب هم هست می بینیم که تا سال 1624 تلاش خاصی برای تصویه آب انجام نشده تا در این حدود سالها بشر پی برد که ضرورت تصویه آب به خصوص آب آشامیدنی به چه میزان هستش و بنابراین مجددن تلاش ها و اقدامات خودش رو شروع کرد که این تلاش ها منتج شد به شهر پیسلی کشور اسکاتلند در سال 1804 که اولین تصویر خونه آب آشامیدنی در واقع تأسیس میشه. این تصویر خونه دارای واحدهای بسیار ساده بوده که عمدتا هم متشکل از فیلترهای شنی بوده تا آب رو برای آشامیدن آماده بکنه. حدود 20 اندی سال بعد در شهر گلاسکو کشور اسکاتلند شبکه شهری توزیع آب پیدا میشه و تأسیس میشه بنابراین میشه گفتش که گلاسکو اولین شهری هستش که دارای شبکه توزیع آب تصویه شده هستش تلاش ها با شدت و سرعت بیشتری از اون دوران ادامه پیدا میکنه که حالا دیگه به جزئیاتش نمیپردازیم فقط ذکر همین نکته کفایت بکنه که در اواخر قرن 19 هم بود بشر پس از همه گیر شدن تعدادی از بیماری ها و کشدار دست جمعی که رخ داد پی برد که علاوه بر بو و طعم بدی که آب ممکنه داشته باشه عوامل دیگری مثل ویروس ها باکتری ها یا به تب کلی تر اگر بخوایم بگیم میکروارگانیسم ها هستند که سلامت انسان و بهتر بگیم کیفیت آب آشامیدنی رو به خطر میندازن اینجا بودش که بشر تونست از کلور به عنوان اولین گندزدا یا عامل زدوفونی استفاده بکنه تا این جنبه از سلامت آب آشامیدنی رو هم تأمین بکنه حس میکنم که تا اینجا تونستیم که به اندازه کافی در مورد ضرورت و اهمیت تصفیه آب صحبت بکنیم. حالا خواه میخواد این مصرف آب یا کاربرد این آبی که قرار مورد تصفیه قرار بگیره آشامیدنی باشه و یا نباشه. بنابراین پی بردیم که تصفیه آب اهمیت بسیار زیادی داره. اما اگر که بخوایم در مورد لزوم تصفیه آب آشامیدنی صحبت بکنیم دلایلی برای اون وجود داره به طور کلی تصفیه آب برای مصارف آشامیدنی به مراتب ساده‌تر و کم هزینه تر هستش. از عمده دلایلی که میشه به اونها اشاره کرد که برای ما بحث تصفیه آب آشامیدنی رو حائز اهمیت می‌کنه، وجود های پاتوژن یا بیماریزا هستش. دلیل دیگه وجود یون‌ها یا ترکیبات شیمیایی هستن که میتونه سلامت انسان رو به خطر بندازه و بر سلامت ما نقش مؤثر داره. همچنین ذرات کلوئیدی یا معلق و بو و مزه که میتونه در آب وجود داشته باشه همچنین رنگ آب یا کدر بودنش که از لحاظ چه تعم و مزه و چه از لحاظ روانی روی آبی که میخوایم بیاشامیم تاثیر داره به طور کلی سه دسته کاربرد یا مصرف برای آب میشه ذکر کرد یکی از اونها میتونه کشاورزی باشه آشامیدن و مصارف صنعتی مصارف صنعتی آب میتونه مصارف ای باشه یکی از اونها میتونه ماده اولیه باشه یعنی از آب به عنوان یک ماده اولیه برای دستیابی به یک محصول نهایی استفاده بکنیم بدون اینکه شکل آب یا فرمش از ابتدا تا انتهای فرایند تغییر بکنه کاربرد بعدی میتونه به عنوان ماده اولیه برای شرکت تو یک واکنش شیمیایی باشه که دوستانی که با بحث‌های شیمی و مهندسی شیمی آشنایی بیشتری دارن خب به تبع مثال‌های متعددی رو میتونن برای این موارد پیدا بکنه. استفاده بعدی از آب در صنعت میتونه به عنوان حلال باشه میدونیم که آب خاصیت حل کنندگی بسیار قوی داره و حلال خوبی هستش به دلیل دارا بودن ظرفیت گرمایی ویژه بالا هم میتونیم ازش به عنوان واسطه یا عامل انتقال حرارت هم استفاده بکنیم یکی دیگه از کاربردهای آب در مصارف صنعتی خارج کردن مواد ناخواسته هستش که در واقع اونها رو سوار آب میکنیم و با آب از فرایند یا محصولمون به بیرون منتقلش میکنیم. کاربرد بعدی از آب میتونه به عنوان سپر محافظتی در برابر تشعشع و گرما باشه همون استفاده‌ای که در نیروگاه ها و رکتورهای هسته‌ای از آب سنگین میشه برای کالیبراسیون دستگاه اندازه‌گیر که دقت بالایی دارن هم میتونیم از آب استفاده بکنیم و در آخر هم یکی از عمومیترین ترین کاربردهای صنعتی آب که بحث اطفای حریق هستش به طور کلی اگر بخوایم یه جنبندی داشته باشیم کیفیت آبی که توی صنعت ما مورد استفاده قرار میدیم به نوع کاربرد و مصرف آب بستگی داره و میتونه با توجه به صنایعی که مد نظرمون هست متفاوت باشه ولی در تمام این صنایع ویژگی مشترکی که آب باید داشته باشه این هستش که باید آب بدون یون باشه و یونهای اون کاملا ازش خارج شده باشند به طور کلی 80 درصد از سطح کره زمین رو همونطور که در شکل میبینیم آب پوشونده و خشکی هایی که ما بر روی اون زندگی میکنیم تنها 20 درصد از مساحت کره زمین رو تشکیل داده. از این 80 درصد منابع آبی که بر روی کره زمین پراکنده شده 97 درصد اون رو آبهای شور تشکیل میدن که ما خیلی برامون کاربردی ندارن چه از لحاظ آشامیدنی که اصلا کاربردی نداره و چه از لحاظ صنعتی که خیلی تلاش میکنیم سمتشون نریم چون درد سرها و چالشهایی که پیش رومون میذارن به مراتب سختتر و بیشتر هستش. دو درصد از این منابع به صورت یخهای قطبی یعنی در واقع آب شیرینی هستش که به صورت یخ قطبی در اومده و تنها یک درصد از 80 درصد آب به صورت آب شیرین قابل استفاده و در دسترس هست. منابع آب موجود در طبیعت رو میتونیم به سه گروه عمده تقسیم کنیم آبهای زیرزمینی که از مشخصاتشون مواد معلق و یونهای کم هستش کربون دی اکسید زیادی دارن و معمولا اگر که عمقشون کم باشه ارگانیزم ها و موجودات ذره زیادی دارن آبهای سطحی معمولا به دلیل جاری بودنشون زلال هستن اما مثل آبهای زیرزمینی به میکرو ها آلودن در صورتی که صنایع و کارخونه های مختلفی در اطراف این آبهای سطحی باشن و پساب اونها وارد آب بشه، این آبها ممکنه به مواد شیمیایی آلوده بشن. املاح محلول در اونها نسبتا کم هستش و پیچ در حدود قابل قبولی هم دارند. آبهای شور همونطور که از اسمشون برمیاد، املاح و یونهای بسیار زیادی رو در خودشون میبینن. در این قسمت میخوایم در مورد ناخالصی هایی که توی آب ممکنه وجود داشته باشه صحبت بکنیم. به طور کلی توی طبیعت ما هیچگاه آب خالصی در اختیار نداریم و تمام آبهایی که در طبیعت هست انواع اقسام ناخالصی ها رو دارن به خاطر اینکه به محض اینکه آب در یک محلی مستقر بشه و یا حتی از جای جاری بشه مواد جامد و گازهای مختلفی رو به صورت ناخالصی در خودش حل میکنه. دیگه از اون حالت خالص بودن خارج خواهد شد. ناخالصی‌های های آب رو میتونیم ما به سه دسته کلی تقسیم بکنیم یکی از اونها یون ها هستند که میتونن به صورت آنیون و کاتیون ها در بیان گاز های محلول در آب رو داریم که عمدتا به صورت اکسیژن، کربن دی اکسید و نیتروژن هست و همچنین مواد کلویدی و معلق در آب که به صورت گاهی گلولای خودشون نشون میده و همچنین میکروارگانیسم‌ها، ها، باکتری ها، ویروس ها که اونها هم به صورت معلق در آب هر چند در میان حالا در ادامه این قسمت میخوایم به تفصیل در مورد هر یک از این گروه های ناخالصی صحبت بکنیم. ناخالصی‌های های یونی رو میتونیم به کاتیون ها و آنیون ها تقسیم بکنیم. انواع کاتیون هایی که ممکنه در آب موجود باشه رو اینجا به طور مختصری میبینیم. MG دو مثبت یا منیزیوم عامل ایجاد سختی در آب هستش ولی خب غذای موجودات زنده هم هست سودیوم میتونه توی آب وجود داشته باشه که عمده علت ایجاد شوری در آبها هست و برای زندگی آبزیان و گیاهان هم مضر هست. کلسیوم مجددا میتونه مثل منیزیوم عامل ایجاد سختی آب باشه. در ادامه در مورد این عبارت صحبت خواهیم کرد. همچنین میتونه غذای موجودات زنده هم باشه. پوتاسیوم که معمولا مقدارش از سودیوم کمتر هست. آهن که مقدارش بستگی به پیهچ و اکسیژن آب داره. از دیگر کاتیون هایی که میشه در آب پیدا کرد منگنز هستش که بوی نامطبوعی در آب ایجاد میکنه و عامل رشد میکروارگانیسم ها میشه گروه بعدی از ناخالصی‌های یونی به صورت آنیون ها هستند آنیون ها میتونن به صورت کربنات یا بیکربنات باشن که منشأ اونها حل شدن کربنات کلسیم و کربون دی تو آب هستش به آب خاصیت بافری میده همچنین خاصیت خورندگی هم ایجاد میکنه این خاصیت خورندگی برای شبکه توضیح و یا حتی استفاده صنعتی از آب اصلا قابل قبول و مطلوب نیست اما برای آشامیدن خب به آب یک طعم گوارا و دلچسبی رو میده آنیون بعدی که ممکنه در آب وجود داشته باشه کلور هستش کلور عامل ایجاد شوری هستش برای گیاهان و جاندارانی که در آب زندگی میکنن مزر هست به طور طبیعی در آب ناموجوده و اگر کلور رو ما در آب پیدا می کنیم عمدتا به خاطر استفاده خود انسان در مقاصد تصفیه آبی هستش که اون رو وارد آب می کنه. خاصیت خورندگی فلزات به آب میده و در صورت اینکه مقدارش از یه حدی بالاتر باشه برای انسان مشکلات تنفسی و سوزش چشم ایجاد میکنه مسائلی که معمولا در استخرها هم با اونها مواجه خواهیم شد از دیگر آنیون های موجود در آب میتونه سولفات ها باشن سولفات ها منشه اصلیشون حل شدن نمک های سولفاته در آب هستن تا حد کمی هم میشه از فعالیت باکتری ها در آب تولید بشن برای گیاهان مزر هستند، برای انسان در صورت آشامیدن مزر هستند و باعث ایجاد خوردگی میشن. آنیون های بعدی که در آب ممکنه وجود داشته باشن سیلیکا هستش که هم میتونه به شکل گلوئیدی باشه هم به شکل یونی بیشتر در آبهایی که از زمین های آهکی جاری میشن یا منابعش در زمین های آهکی هستش یافت میشه و در صورت استفاده در نیروگاه به دلیل حرارتی که آب میبینه میتونه مشکل آفرین باشه. نیترات هم از گروه بعدی آنیون ها هستش که در آب مورد استفاده قرار میگیره در آب طبیع دارای غلظت کم هست. و دسته آخری از آنیون ها که ممکنه در آب وجود داشته باشند به عنوان ناخالصی فسفات ها هستند که وجود فسفات در یک نمونه آب نشانگر وجود آلودگی حیوانی هستش همچنین باعث ایجاد رشد جلبک های گیاهی میشه یعنی میشه گفتش که فسفات یا به طور کلی فسفور باعث رشد جلبک های گیاهی میشه و برای اونها به عنوان یک ماده غذایی به حساب میاد دسته بعدی از ناخالصی هایی که ممکنه در آب وجود داشته باشند ناخالصی های گازی هستند مهمترین ناخالصی های گازی موجود در آب را اگر بخوایم نام ببریم یکی از اونها اکسیژن هستش اکسیژن معمولا از طریق هوا در آب حل میشه یک طعم گوارا و دلچسبی رو به آب میده اما از اون طرف باعث ایجاد صفت خورندگی در آب میشه برای آب از لحاظ بیولوژیکی لازم هستش در مورد این حالا در درس های بعدی به تفصیل صحبت میکنیم و مفهوم این عبارت رو شاید در, در درس بعدی بهتر درک بکنیم در آبهایی که از منابع زیرزمینی تأمین میشن به مقادیر کمتری یافت میشه هرچقدر دما افزایش پیدا کنه تسریع رشد باکتری ها رو سبب خواهد شد ناخالصی گازی بعدی که در آب ممکن وجود داشته باشه کربن دی هستش که اون هم از طریق تجزیه بیکربنات ها وارد آب خواهد شد آمونیاک ناخالصی گازی بعدی هستش که منشأ اون ترکیبات ازوددار و نیتروژندار عالی و همچنین تجزیه باکتری ها هستش. هیدروژن سولفید یا سولفید هیدروژن که یک گاز بدبو و بد هست از طریق تجزیه ترکیبات گوگرددار که زحمت اون رو باکتری ها میکشن وارد آب میشه که بسیار طعم نامطبوع و بوی بدی رو به آب ایجاد میکنه معمولا آب هایی که در حوالی آتش فشان ها جاری میشن هم این بو رو میدن به دلیل وجود سولفور و گوگردی که در اون زمین ها وجود داره بو و طعم بد رو در اون آبهای جاری هم میتونیم پیدا بکنیم. حالا اگر که آب ناخالص یا آبی که دارای ناخالصی هستش رو در صنعت بخوایم از اون استفاده بکنیم و یا به طور کلی اگر ازش بخوایم استفاده بکنیم چه مشکلاتی برای ما پدید میاره؟ یکی از اونها تولید رسوب در دستگاه حرارتی مثل مبدل‌ها و دیکهای بخار هستش که این مسئله باعث سه تا اتفاق مهم میشه یکی از اونها کاهش نرخ انتقال حرارت هستش یکی از عمده مصارف آب در کاربردهای صنعتی بحث انتقال حرارت هستش و اگر که بخواد نرخ انتقال حرارت کاهش پیدا بکنه خب ما به تب خواستمون نرسیدیم و این برای ما مطلوب نیست این قضیه میتونه عمر مفید تجهیزات و دستگاه ها رو به نحو چشمگیری کاهش بده و همچنین بخاری که از فرزندیک های بخار تولید میشه رو کیفیتشون رو پایین بیاره که این هم باز در صنعت مطلوب نیستش مشکل بعدی که میتونه وجود ناخالصی در آب به وجود بیاره خوردگی تجهیزات و تاسیسات هستش مثل بویلرها، لوله ها و مبدل ها که این خوردگی به سرعت باعث ایجاد سوراخ و ترک در تجهیزات میشه که خسارت و هزینه های زیادی رو به اون واحد صنعتی میتونه تحمیل بکنه اطلاف مواد شیمیایی و همچنین باقی گذاشتن لکه روی محصولات هم از پیامدهای وجود ناخالصی در آب هستش. در قسمت انتهایی این درس در مورد شیمی آب صحبت خواهیم کرد. خیلی بحث پیچیده نیستش صرفا برای تکمیل مباحث و یک یادآوری ذکر میشه ولی قطعا همه دوستانی مباحث رو به خوبی به خاطر دارند فرمول مولکولی آب که خب مشخصه با توجه به ایزوتوپ هایی که هیدروژن و اکسیژن میتونن داشته باشن به طور کلی 18 نوع مولکول آب میتونیم داشته باشیم تقریبا 8 درصد اون ایزوتوپ ها ایزوتوپ H هیدروژن و O 16 هستش که 8 درصد مولکول های آب موجود در طبیعت به این صورت هستش یکی از شگفتی هایی که در واقع مولکول آب داره وجود این پیوند هیدروژنی هستش که خواص بی‌نظیری رو به آب میبخشه این خواص را اگر که بخوایم ذکر بکنیم نقطه جوش زوب و ظرفیت حرارتی بالای آب دانسیته ویسکوزیته و کشش سطحی بالا همچنین مولکول قطبی که میتونه به خوبی حلال قوی برای بسیاری از یونها باشه فشار بخار نسبتا کم و در نتیجه اطلاف کم و همچنین گرمای نهان تبخیر بسیار بالای آب از جمله خواصی هستند که به دلیل وجود پیوند هیدروژنی در آب پدید اومدن. در اینجا درس اول ما که در مورد مفاهیم تاریخچه و یه مقدمه در بحث تصفیه آب بود به پایان میرسه مفاهیمی که در این قسمت پوشش دادیم بیشتر مفاهیم ابتدایی و مقدماتی و بحث تاریخچه یه تصفیه آب بود با سلام سهراب نیکازر هستم در این درس به بیان تعاریف و اصول کلی میپردازیم که برای بحث تصویه آب فهم فرایند ها و همچنین طراحی یک تصفیه خونه آب به اونها نیاز داریم به طور کلی قبل از اینکه فرایند کلی تصفیه آب و پساب رو بخوایم طرح بکنیم و ذکر بکنیم و اجزای این فرایند رو بشناسیم بهتره تا این تعاریف و اصول کلی رو باهاشون آشنایی کافی پیدا بکنیم تا فهم اون مطالب بعدی برای ما ساده تر بشه رؤوس مطالبی که در درس دوم به اونها پرداخته میشه به این روال هستش گزارش مقدار ناخالصی های آب یعنی که بیان بکنیم ناخالصی های آب و در واقع مقدار و غلظت اونها به چه صورت هستش پارامترهای اصلی که برای تعیین کیفیت آب به اونها نیاز داریم به طور مثال اگر در مورد کیفیت یک آب میخوایم صحبت بکنیم یا قانون گذاری بکنیم چه پارامترهایی برای ما مورد استفاده هستند مثل شاخص های املاح محلول، شاخص های مواد معلق و شاخص های آلودگی عالی و بهداشتی بودن آب. در قسمت اول از این درس در مورد گزارش مقدار ناخالصی های آب صحبت می معمولاً معمولا تمام ناخالصی های موجود در آب به جز مواردی که حالا در این اسلاید بهشون اشاره میشه رو بر حسب غلظت معادل کربناتی یا به طور خلاصه PPM پی کربنات کلسیوم ذکر میشه این موارد استثنا در مورد غلظت سیلیکا، نمک های آهن با ظرفیت دو و منگنز ظرفیت دو و گازهای اکسیژن و کربون دی هست. غیر از این موارد برای تمام ناخالصی‌هایی که در آب ممکنه وجود داشته باشند، غلظتشون با غلظت معادل کربناتی بیان خواهد شد. روش محاسبش به چه صورت هستش؟ در ابتدا تعداد میلی اکیوالان ناخالصی مورد نظر رو با تعداد میلی اکیوالان کربنات کلسیوم برابر در نظر میگیریم که در واقع این یک مفهوم و یک اصل هستش حالا برای محاسبه تعداد میلی اکیوالان کربنات کلسیوم از این رابطه استفاده میکنیم جرم مولکولی کربنات کلسیوم که 100 هست تقسیم بر بار الکتریکی اون که دو هستش بنابراین میلی اکیوالان کربنات کلسیوم در یک نمونه 50 میلی اکیوالان خواهد بود یادآوری از دروسی که ممکنه بیشتر خونده باشیم این هستش که اکیوالان به تعداد مول های یک ماده تقسیم بر بار الکتریکی اون گفته میشه حالا ما به چه دلیلی اصلا میایم از این معادله کربناتی یا این غلظت معادله کربناتی به طور دقیقتر استفاده میکنیم خب غلظت ها رو بیایم به همون مقادیری که هستش معرفی بکنیم اصلا چه کاریه که یک مسیر محاسباتی اضافی تر رو به جون میخریم دلایل متعددی داره یکی از اونها این هستش که معمولا غلظت ناخالصیها ها اعداد بزرگی میشن بنابراین به کمک استفاده از معادل کربناتی میتونیم اعداد رو به صورت اعداد کوچکتری نسبتا گزارش بکنیم. مورد بعدی این هستش که غلظت تمام ناخالصی ها از یک جنس میشن همشون از جنس کربنات میشن بنابراین به سادگی میتونیم اونها رو با همدیگه جمع بکنیم. بدین ترتیب مقایسه و بررسی آنالیز ها و نتایج اونها برای ما به مراتب ساده تر خواهد بود. همچنین بررسی اصل خنسا بودن آب هم به نحو ساده تری برای ما انجام میشه میدونیم که یک نمونه آب باید از منظره بار الکتریکی و یونهایی که در اون وجود دارن خونسا باشن و این یک اصله بنابراین به کمک استفاده از معادل کربوناتی میتونیم این اصل خونسا بودن رو به سادگی بررسی و مورد مقایسه قرار بدیم حالا برای اینکه این مبحث بهتر جا بیفته چند تا مثال رو در این قسمت ذکر خواهیم کرد مثال اول فاکتور تبدیل غلظت یون آلمینیوم به غلظت معادل کربوناتی چقدره؟ یعنی چی یعنی اینکه ما بیایم یک رابطه‌ای به دست بیاریم فاکتور تبدیل غلظت یون آلمینیوم باشه به چه صورت اینکه در آینده هر نمونه هر آزمایش یا هر مسئله مربوط به غلظت یون آلمینیوم داشتیم به سادگی با استفاده از این فاکتور سریعا به معادله کربوناتی تبدیلش بکنیم میدونیم که جرم مولکولی آلومینیوم 27 هستش و از اسلاید قبل تر این رو ذکر کردیم که یک میلی اکیوالان آلمینیوم باید با یک میلی اکیوالان کربنات کلسیوم برابر باشه. میان محاسب میکنیم یک میلی اکیوالان آلمینیوم جرم مولکولیش تقسیم بر بارش هست. بنابراین میشه نه. همچنین برای کربنات کلسیوم همین عدد پنجاه هستش. بنابراین با یک نسبت تناسب ساده در صورتی که فاکتور تبدیل غلظت آلمینیوم رو x در نظر بگیریم میتونیم در بیابیم که هر x هر یک میلی گرم یا میلی اکیوالان کربنات کلسیوم برابر با پنج نیم برابر غلظت آلمینیوم هستش یعنی اگر که یک نمونه آبی داشتیم که غلظت آلمینیوم به صورت پی پی ام، میلی گرم یا هر واحد دیگه‌ای در اون ذکر شده بود اگر اون رو ضرب در 5.5 بکنیم به معادل کربناتی اون دست پیدا خواهیم کرد فرزن اگر 10 میلی گرم آلمینیوم توی یک نمونه آب وجود داشته باشه اون رو ضرب در پنج و نیم بکنیم غلظتش به صورت میلی گرم کربنات کلسیومی به دست خواهد اومد در مثال بعدی غلظت ناخالصی های یک نمونه آب رو ما به صورت یک جدول داریم میبینیم تمام این مقادیر با استفاده از معادل کربناتی ذکر شدند میبینیم که یونهای متعددی وجود داره و مقادیرشون هم در اینجا ذکر شده در قسمت اول این مثال میخوایم غلظت یون سولفات رو محاسبه بکنیم این یون سولفات غلظت معادل کربناتیش رو به ما 80 پی پیم دادن میخوایم ببینیم که غلظت واقعی اون بر حسب خود سولفات چقدر خواهد بود یعنی یک مسیری عکس مثال قبلی رو پیش خواهیم رفت میلی اکیوالان سولفات میدونیم با توجه به جرم مولیش 43 خواهد بود این عدد برای کربنات کلسیوم هم از قبل خاطرمون هست که 50 هست بنابراین با یک نسبت تناسب ساده میبینیم که در آبی که غلظت معادل کربنات کلسیومی اون 80 هست غلظت واقعی سولفات 68.8 میلی گرم خواهد بود قسمت بعدی این مثال از ما میخواد که غلظت یون کلورید رو حساب بکنیم برای این منظور باید ابتدا خونسا بودن آب رو بررسی بکنیم همونطور که اشاره شد پیشتر بررسی خونسا بودن آب این هستش که از لحاظ یون و از لحاظ بار الکتریکی نمونه آبمون باید خونسا باشه. مجموع یا برایند یونهای مثبت و منفی باید برابر باشند. از جدول به خاطرمون هست مقادیر اینجا داده شده. حالا داریم میبینیم که یکی از علل استفاده از قلزت معادل کربناتی اینجا همین مسئله هست و چقدر کار ما رو ساده تر میکنه. الان به سادگی میتونیم یونهای مثبت رو مقادیرشون رو با هم جمع بکنیم. مقادیر یونهای منفی رو هم با همدیگه جمع بکنیم و قلزت مجهولمون رو به دست بیاریم بدین ترتیب غلظت یون کلرید 40 پی هست 40 پی پی معادل کربناتیش حالا اگر بخوایم غلظت واقعی رو محاسبه بکنیم با توجه به میلی اکیوالان کلر این مقدار به دست خواهد اومد میبینیم که این نمونه ای آب که 40 پی پی معادل کربناتی در واقع غلظت کلرش بود غلظت کلر واقعیش 28 و میلیگرم میلی گرم هستش در قسمت بعدی از این درس در مورد پارامترهای اصلی تعیین کننده کیفیت آب صحبت می‌کنیم. به زبون ساده‌تر، پارامترهایی که ما از اونها برای گزارش و بیان کیفیت آب استفاده می‌کنیم. گروه اول این پارامترها به صورت شاخص‌هایی هستند که برای بیان املاح محلول به کار می‌رن. این شاخص‌ها عبارتند از هدایت الکتریکی pH، کل املاح محلول جامد، سختی کل، قلیاییت و قلیاییت کل. شاخص های دیگه ای هم وجود دارن برای بیان مقدار مواد معلق که یکی از اونها کل مواد جامد معلق هست دوتای دیگه کدریت یا کدورت آب و رنگ آب هستن میدونیم که کدورت و رنگ آب عمده دلیلشون وجود مواد معلقی هستن که تهنشین نمیشن حالا در ادامه در مورد اینها صحبت خواهیم کرد دسته بعدی مجموع شاخص هایی هستن که از اونها برای بیان آلودگی عالی آب استفاده میکنیم اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی یا BOD، بی اکسیژن مورد نیاز شیمیایی یا COD و کل کربن عالی. و گروه آخر هم شاخص بهداشتی بودن آب هستش که ایکولای نام داره. بپردازیم به, به اولین گروه هست شاخصهای کیفی آب که اونها شاخصهای املاح محلول بودن. اولین اونها هدایت الکتریکی یا electrical conductivity هست. این پارامتر ارتباط مستقیم با مقدار یون‌های محلول در آب داره. شاخص بعدی pH آب هست. رابطه pH رو که خب میدونیم به صورت منفی لگاریتم قلزت یون هیدروژن هست. ارتباط مستقیم با دمای آب داره. یعنی هر چقدر دمای آب بالا بره به تب pH اون هم بالا تر میره. برای آب طبیعی محدوده pH باید بین 6 تا 8 باشه. پارامتر بعدی کل مواد محلول جامد موجود در آب هستش یا TDS به صورت Total Dissolved Solids این کمیت نشون دهنده کل قلزت یونهای موجود در آب هستش یک شاخص بسیار مهم برای بیان کیفیت کلی آب هستش واحدش به صورت میلی گرم به لیتر معمولا تعریف میشه و همونطور که در این شکل میبینیم دامنه مشخصی داره توی پرانتز ذکر کنم که اگر دانسیته آب رو یک در نظر بگیری میلیگرم گرم به لیتر همون واحد پی, پی ام خواهد بود. توی شکل میبینیم که در صورتی که این مقدار بین 0 تا 40 پی, پی ام باشه آب مانند آبهای چشمه های طبیعی هستش که فوقلاده مفید و مناسب برای آشامیدن هستش. بین 40 تا 100 محدوده مجاز برای آب هستش 100 تا 200 باز هم قابل شرب هست اما خیلی دیگه توصیه نمیشه بین 200 تا 300 همونجوری که میبینیم حد مرزی رو دیگه رد کردیم و در های بالاتر و TDS های بالاتر هم می‌بینیم که دیگه برای سلامت انسان می‌تونه خطر آفرین باشه. یه بندی دیگه هم موجود هستش که اشاره میکنه اگر که TDS در واقع زیر 100 پی باشه این آب قابل استفاده برای مصارف صنعتی هستش مواد محلول جامد که در واقع همون یون ها هستن ذکر کردیم برای مصارف صنعتی بسیار عدم حضورشون در واقع های همیت هست تا هولوش 400 یا 500 پی پی ام برای آشامیدن میشه با ارفاق پذیرفت تا 1000 پی پی ام هم برای آشامیدن مجاز هست اما واقعا توصیه نمیشه در صورتی که نمونه گیری از آب دریا هم به عمل بیاد این مقدار کمیت TDS دی اس در هولوش عدد 40000 پی پی ام خواهد بود اندازه گیری این TDS هم به این صورت هستش که ابتدا نمونه آب رو از یک صافی عبور میدن تا مواد کلویدی و ذرات معلقش جدا بشه حجم معینی از اون آب رو در یک بوته چینی که پیشتر توزین شده میریزیم سپس آب رو تبخیر میکنیم و پس از سرد شدن اون بوته چینی اون بوته رو دوباره وزن کنیم. اختلاف وزن بوته پس از سرد شدن و پیش از اینکه آب داخل اون ریخته بشه TDS خواهد بود کمیت بعدی کمیت هاردنس یا سختی کل هست. مجموع غلظت املاح و کاتیون های موجود در آب بر مبنای کلسیوم و منیزیوم هستش. عمدتا بر مبنای منیزیوم و کلسیوم بیان میشه اما در اصل بر مبنای کلسیوم، منیزیوم، آلمینیوم، منگنز و روی هستش. اما شیوع وجود این دو کاتیون در آب باعث شده که سختی معمولا بر مبنای این دو سنجیده بشه چون غلظتشون به نسبت درجه بزرگی که نسبت به کاتیون دیگه داره به مراتب بالاتره مشکلاتی که سخت بودن آب پدید میاره یکی میتونه بحث رسوب کردن و گرفتگی تاسیساتی مثل لوله ها، شیرها، بویلر ها یا جوشآورها و دیک ها باشه یه مشکل عمده ای که حالا تو زندگی روزمره هم به وجود میاره اون مشکل اول رو میتونیم بگیم که خب خیلی شاید تو زندگی روزمره یا در کوتاه مدت اون رو باهاش مواجه نشیم اما مشکل دوم هم در زندگی روزمره هم در کوتاه مدت برای ما مخاطره آفرین هست و اون هم بحث کف نکردن و ایجاد مشکل در هنگام شستشو هست. علت اصلی سخت شدن آب چیه؟ وجود سنگ های آهکی و منیزیومی که آب در مسیری که طی میکنه در خودش حل میکنه. این کاتیون ها در آب حل میشن و با توجه به مکانیزمی که حالا در ادامه توضیح داده خواهد شد باعث سخت شدن آب میشن به طور کلی دو گونه سختی برای آب تعریف میشه یکی سختی موقت هست که منشأ اون منشأ کربناتی هست از طریق این دو واکنش پدید میاد یعنی همونطور که میبینیم کربنات کلسیوم و کربنات منیزیوم که توی آب محلول هستند با دیوکسید کربونی که به صورت حل شده در آب وجود داره وارد واکنش میشن و به کاتیون محلول در آب در میان. این دو ماده یعنی کلسیوم کربنات و منیزیوم کربنات همونطوری که ذکر شد به دلیل گذر آب از روی محیط های سنگی و خاکی و کوهستانی در آب حل میشن و این واکنش ها رو پدید میارن. این واکنش ها و این کاتیون های حل شده در آب باعث پدید آمدن سختی موقت میشن. که روش رفع اون فقط میتونه حرارت دهی باشه به سادگی با حرارت از بین میره معمولا هم توی کتری ها یا ظروفی که آب رو توی اون به کررات جوش میاریم دیدیم که لایه های سنگی در جداره به وجود میاد که به خاطر همین رفع سختی موقت آب هستش گونه بعدی از سختی که در آب ممکنه پدید بیاد سختی دائم هستش سختی دائم منشأ غیر داره یعنی نمک های سولفاته، کلراته و نیتراته یا نمک های دیگه اگر این نمک ها در آب حل بشن سختی غیر یا سختی دائم به وجود میاد که دیگه اینا رو نمیشه با حرارت حذفشون کرد باید روش های غیر از روش های حرارت مثل افزودن مواد شیمیایی اسموز معکوس و روش های الکتریکی و مغناطیسی رو برای حذف سختی دائم پیش گرفت کمیت بعدی کمیت قلیاییت آبه قلیایت آب به صورت مجموع یونهای با بار منفی تعریف میشن مثل یونهای کربونات، بیکربنات و هیدروکسید. این یونها به کرات در آب وجود دارن برای همین مقدارشون برای ما حائز اهمیته. قلیایت هم با استفاده از تیتراسیون با اسید سولفوریک به دست میاد. دو مدل قلیایت داریم یا به صورت ساده هست که واکنش قلیایت نسبت به فتالئین هست و غلیایت کل که واکنش اون نسبت به متیل اورانج سنجیده میشه. قلیاییت ساده به دلیل وجود یونهای کربنات و هیدروکسید هست. قلیاییت کل اما یونهای بیکربونات رو هم به این دسته از یونها اضافه میکنه. تا اینجا در مورد شاخصهای املاح محلول در آب صحبت کردیم. اما گروه بعدی شاخصها شاخصهای مواد معلق در آب هستند. اولین کمیت اونها TSS یا کل مواد جامد معلق اندازه گیری اون به روش توزین هستش یعنی آب رو از یک صافی بسیار ریز عبور میدیم این صافی رو قبل از اینکه آب بهش برخورد بکنه وزن میکنیم پس از اینکه آب ازش عبور کرد رو هم وزن میکنیم اختلاف این دوتا مقدار جامدات معلقی هستش که به وسیله صافی تونستیم جدا بکنیم کدورت آب که ناشی از وجود مواد کلویدی هست مواد کلویدی مواد معلق و شناوری هستند که بسیار کوچکتر از 10 میکرون یا 10 به توان منفی 4 سانتی متر هستند. اندازه گیریشون هم بر حسب تی تی یو و NTU هستش. تی تی یو واحد کدورت متناسب با اندازه گیری نور عبور کرده از آب هست. NTU واحد کدورت متناسب با اندازه گیری نور متفرق شده هستش. به این دو نف میشه کدورت یا کدریت آب رو مورد سنجش قرار داد و بیان کرد. پارامتر بعدی رنگ آب هستش. رنگ آب هم رنگ باقی مونده از حذف کدورت آب هستش. رنگ هم مثل همون کدورت ناشی از وجود مواد کلویدی هستش. اما اگر که ما مواد کلویدی رو حذف بکنیم یا کدورت آب رو حذف بکنیم باز هم یه مقدار رنگی باقی میمونه که اون رنگ